شاگردای عزیز، السلام علیکم. لکچر 35 است. در لکچر 34 اگر با یاد داشته باشین، ما یک سوال سیستم دو معادله خطی را یا دو معادله دو مجهولی درجه یک به طریقه دیترمینانت حل کردم و طریقه دیترمینانت طریقه کرامر هم میگن که به طریقه دیترمینانت. البته او سوال اینی سوال بود که به طریقه دیترمینانت حل کردم و حال ای را میخواییم که به طریقه جمع الجبری حل کنم. در لکچر 35 ما جمع طریقه جمع الجبری است، یعنی طریقه جمع الجبری. قبل از اینکه من امی سوال به طریق جمع الجبری حل کنم و جوابای از ایره پیدا کنم که ایره جوابایش میفهمین که قبلا حل کرده بودم این جواب پیدا کنم، ما نسبت به یک سوال که ساده را اول به حل میکنم بعد از ایره. ببینید، ما اگر داشته باشم، فرض کنیم که 2x منفی y مساوی به طور مثال 3 و اینجا داشته باشم که x جمع y مساوی به 2، این یک سوال باشه. جمع الجبری رو خب میفهمیم که وقتی که دو معادله داشته باشیم، در این دو معادله اگر با پایانش خط بکشیم، این دو تا مساوات یک تا مساوات نشته کنیم و این طرف مساوات هم با هم جمع کنیم، این هم جمع کنیم، این جمع الجبری میگن. یعنی طرف به طرف دو دانه معادله را یا سه دانه معادله را جمع کردن، x ها را که tx ها، y ها را که y ها، عدد ثابت که عدد ثابت، این را جمع الجبری میگن. حالا اگر من این کار را بکنم، ببین میخوایم این معادله را به طریق جمع الجبری حل کنم، خیلی ساده حل میکنم، میگم 2x 3x. خب منفی y مثبت y، اینا اختصار، چرا ضرایب که مساوی بود، اگر 2 2 هم باشه اختصار، هر چی که باشه اختصار، از بین میره، خیلی چی میمونه؟ 5. این تو یک حالت به خود میگیره 3x مساوی به 5. یعنی این جمع الجبری میگن. آسان ترین طریقه هم ای هم است که یکی از مجهول ها اختصار میشه و یک مجهول دیگه باز پیدا میشه. یه بسیار به سادگی حل کرده میتونیم، کلتان میفهمین که تقسیم 3 میکنم، تقسیم 3 میکنم، پس x مساوی میشه 5/3. این حلی سوال پیدا شد. باز اگر بخوایم که حالا وای پیدا کنم، این یک معادله یا معادله اول یا معادله دوم اینجا نشته میکنم یا کپی میکنم، اینجا کپی میکنم نوشته میکنم. مثلا میخوایم که پیدا کنم یا معادله اول دوم، یک نشته میکنم، 2x منفی y مساوی به 3. هر جا که x هست قیمتش میمونم 2 ضرب x، x ما 5/3 منفی y مساوی به 3. ببینید ای خواهم مخرجش یک از ضرب، صورت به صورت، مخرج به مخرج، در میره 2 5 10 10/3 منفی وای مساوی به 3. خب منفی وای در جایش، 3 هم در جایش، ای رو اون طرف میبرم 10/3 ای قسم. خب منفی وای مساوی مخرج مشترک میگیرم، میفهمید 3 تقسیم 1 3 3 3 9 منفی 10 به این شکل. یعنی چه معنا؟ یعنی منفی وای مساوی شد به منفی 1/3. ضریب وای منفی ضرب منفی میکنه، منفی ضرب منفی مثبت، منفی ضرب منفی مثبت، پس جواب یا قیمت وای هم پیدا شده معادله. یعنی ما در جمع کردن الجبری حتما باید یا وای اختصار شده یا ایکس، در صورتی که ای دو دانه مساوی باشه ضریبایشون، یکش مثبت و منفی باشه، باز اختصار میشه. و این سوال اول حل کنید، اول این سوال حل کنید، تمرین کنید. شاگردای عزیز، هر درسی را که من میتونم، فقط روزانه یک ویدیو رو ببینید و 5 دفعه برای کتابچه سوال حل کنید، امی پلی کنید جایی را که یاد گرفتین، پس استاپ کنید، دوباره تمرین کنید که ما چی گفتیم، جایی غلط کنید برگردید تمرین کنید. و میایم عالمی سوالی رو حل میکنم که ما دیروز حل کردم. این سوال در لکچر چند حل کردم؟ 34. این رو حل میکنم، تکرار نشتهش میکنم،
دو اکس منفی سه وای مساوی به یک، سه اکس مثبت دو وای مساوی به هشت. شما میفهمین که اگر من جمع الجبری کنم نه اکس اختصار میشه نه وای، بخاطر اختصار نمیشه که نه، اگر من جمع کنم یک و هشت چند میشه؟ نو میشه. این از منفی سه که دو کم شوه منفی وای میشه و از سه و دو پنج اکس میشه، این یک کم میشه، سه و دو پنج اکس منفی وای مساوی نو، قطعا نه وای اختصار شد نه اکس. پس چی باید کرد؟ دقت کنید، حتما باید یا اکس اختصار شوه یا وای. به این خاطر من میتونم که ضریبای وای هم مساوی بسازم تا وای اختصار شوه، میتونم ضریبای اکس هم مساوی بسازم تا اکس اختصار شوه، این به دست ما است. مثلا من میخوایم ضریبای وای هم مساوی بسازم، خب بسیار عالی. ببینید ضریب از سه ضریب از دو، دو سه شش، این شش میشه، سه دو شش، این شش میشه. خیلی چی کار میکنم؟ بسیار آسان، من میایم اینی دو را با کل معادله ضرب میکنم، دو دو 4x، 2 3 6 y، 2 1 2. میایم اینی سیره، تنها سیره با کلی معادله دوم ضرب میکنم، 3 3 9x، 3 مثبت 3 2 6 y، 3 8 24. اه مساوی شد. بخاطر اینه با کل معادله حل میکنم که خواص معادله را ما گفتم که اگر با دو طرف با تمام حدودی اگر در ضرب شود تغییرش نمیتن. یا مثلا این رو به این بخاطر ضرب میکنم که با تمام حدود اگر ضربش کنیم تغییر رخ نمیده در معادله، او طرف هم این طرف هم اگر ضرب کنیم. پس از اون خاطر ام مساوی ساختمش بسیار آسان. حالا من اگر پایانش خط بگیرم جمع کنم 4 و 5 ببخشید 9 و 4 13 اکس و این رو که جمع کنم صفر میشه، پس مساوی میشه 4 و 2 6 میشه و 26. این رو حل میکنم، این بسیار آسان. چیزهایی است که شما میفهمید. پیداش 26 تقسیم 13 دو. باز وقتی که ما میخوایم که وای پیدا کنیم باز هم یک معادله را نشته میکنم، یا ای یا او فرق نمیکنم. مثلا پیشتر که ما معادله اول نشته کردم حالا فرق نمیکنه، سی اکس دو وای مساوی به 8، یعنی که دو هم نشته میکنم. در دوم قیمت اکس در هر جا که هست در جایش میمونم، به جای اکس دو میمونم، سه ضرب دو، اون چیز بینشون ضرب است، ضریب است، سه دو شش، دو را او طرف مساوات میبرم، مثبت است منفی میشه، ازش که شش ازش که شش کم کنم چند میشه؟ ازش که شش کم کنم بالاخره چند میشه؟ دو میشه. تقسیم دو میکنم، دو به دو خلاص. خیلی چه شد؟ وای ما مساوی میشه دوی بر دو یک. سوالی بود که به طریقه کرامر یا دیترمینانت هم در لکچر 34 حلش کردم و همین سوال هم به طریقه جمع الجبری حل کردم و هر دو جوابی که در او طریقه و ای طریقه و دست آمده هر دویش با هم یک چیز است، شما عملا ببینید. شاگردای عزیز، من یک سوال براتان خانگی میتونم به هر دو طریق حل میکنیم، ولی امیدوار هستم قبل از اینکه سوال خانگی را حل کنید لطفا این دو طریقه را 100% اول تمرین بکنید و حتی سوال پیشتره که من کار کردم او را به طریقه کرامر حمل کنید. بگیرین سوال خانگی را. نوشته میکنم سوال خانگی، فراموش نکنین سیستم زایل را به طریقه دیترمینانت که ایره کرامران گفتیم یا و طریقه جمع الجبری حل کنید. این سوال رو نوشته می کنم، ایره حل کنید. دو اکس منفی سی وای مساوی به دو، 4x مثبت y مساوی به 1،
این رو حل کنیم. شاگردای بسیار عزیز، لکچر 36 تقریبا.